حمله سایبری اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای نتانز. شایعات اسرائیل از کجا شروع شد؟ در حالی که بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید چگونگی وقوع حادثه در یکی از سوله‌های تأسیسات نتانز در دست بررسی است، اما برخی از افراد و رسانه‌ها در شبکه‌های اجتماعی مدعی حمله اسرائیل به این تأسیسات شدند. از سوی دیگر برخی تحلیلگران نیز معتقدند که محل حادثه کارخانه ساخت سانتریفیوژهای جدید بوده. مقام‌های ایران بامداد پنجشنبه 12 تیر اعلام کردند که به دنبال وقوع حادثه یکی از سوله‌های در دست احداث در محوطه باز سایت نتانز دچار آسیب شد. طبق گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، سوله حادثه دیده سوله ای است که در فضای باز و فاقد مواد هسته‌ای بود. شایعه حمله از کجا آمد؟ اما شایعه احتمال حمله اسرائیل به این تأسیسات از کجا شروع شد؟ آیدی کوهن، تحلیلگر اسرائیلی که طبق حساب کاربریش در لینکدین بین سالهای 2004 تا 2012 در دفتر نخست وزیری اسرائیل فعالیت می‌کرد، شب گذشته در توییتی به زبان عربی با تاکید بر اختصاصی بودن خبرش از منابع اطلاعاتی غربی نوشت که اسرائیل بزرگترین کارخانه غنی‌سازی اورانیوم در ایران بمباران و تخریب کرده است. این خبر در حالی اعلام شد که صبح روز بعد مقام‌های ایران از وقوع یک حادثه در تأسیسات هسته‌ای نتانز خبر دادند. آقای کوهن همچنین از موارد مسمومیت‌های رادیواکتیو خبر داد و گفت که ایران از کارشناسان روس برای مقابله با آلودگی رادیواکتیو درخواست کمک کرده است. این تحلیلگر همچنین مدعی شده است که اسرائیل از جنگنده F-16 در این حمله استفاده کرده است. گرچه ادعای استفاده از جنگنده F-16 باعث تعجب و سوال برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی با توجه به عملکرد و مشخصات فنی این جنگنده‌ها نیز شد، با این حال همزمان زمزمه‌های حضور کشور ثالثی در این حمله احتمالی مطرح شد. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که پیش از این حضور پهپادهای اسرائیلی در سایت نتانز گزارش شده است، به طوری که در تاریخ دوم شهریور سال 93 روابط عمومی کل سپاه پاسداران از سرنگونی یک فرمان پهپاد جاسوسی اسرائیلی توسط پدافند نیروی هوافضای سپاه در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نتانز خبر داده بود. گفتگوی رسانه‌های ایرانی درباره این شایعات. چند ساعت پس از انتشار این زمزمه‌ها، سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران یعنی ایرنا دریاداشتی با عنوان چرای نحوه واکنش اسرائیل به رخداد نتانز، پیام‌های جدید و واکنش‌های ضروری به طور ضمنی امکان حمله را رد نکرده و نوشته از جمهوری اسلامی ایران تا کنون با درایت راهبردی تلاش کرده ضمن دفاع از مواضع اصولی و منافع ملی خود از تشدید بحران و شکل‌گیری شرایط و موقعیت‌های غیرقابل پیش‌بینی جلوگیری کند، اما در صورتی که نشانه‌هایی از عبور کشور برهای معاند به ویژه اسرائیل و آمریکا از خطوط قرمز ایران به هر شکلی بروز و ظهور یابد، به طور قطع راهبرد مواجهه و مقابله با وضعیت جدید باید مورد تجدید نظر اساسی قرار بگیرد. در بخشی دیگر از این یادداشت شش بندی گفته شده است که برخی مقامات رسمی از جمله نخست وزیر و وزیر دفاع سابق اسرائیل، وزیر خارجه آمریکا برایان هوک و برخی دیگر از مسئولین سیاسی، نظامی و امنیتی آنها بارها در مورد آمادگی و قصد خود برای ضربه زدن به تأسیسات نظامی و هسته‌ای ایران به صورت صریح اظهار نظر کردند. اما موضوع دیگری که به شایعات دامن زد، خبری بود که شبکه تلویزیونی BBC فارسی منتشر کرد. این شبکه میگوید که ساعتی پیش از انتشار خبر وقوع حادثه در سایت نتانز، گروهی به نام یوز پلنگان وطن در ایمیلی به برخی از خبرنگاران این شبکه مسئولیت حادثه یاد شده را به عهده گرفتند. طبق گفته BBC این گروه ادعا کرده که در دستگاه‌های امنیتی ایران نفوذ دارند. با این حال BBC تاکید کرده است که قادر به تأیید صحت این ادعاها نیست. یک تحلیلگر به آسوشیتد پرس: محل حادثه کارخانه تولید سانتریفیوژهای جدید بوده.
تمام این زمزمه ها و اخبار غیر رسمی در حالی مطرح می شود که یک تحلیلگر مستقر در ایالات متحده آمریکا معتقد است که محل حادثه در واقع کارخانه تولید سانتریفیوژ های جدید بوده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس می نویسد که داده های جمع آوری شده از سوی یک ماهواره آمریکایی حاکی از آن است که آتش سوزی در محل حدود ساعت 2 بامداد به وقت محلی در سمت شمال غربی مجموعه نتنز رخ داده است. شعله های آتش به اندازه پرنور و پر از فوران بود که از سوی این ماهواره از فضا تشخیص داده شد. فابین هینز، پژوهشگر مرکز مطالعات منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای جیمز مارتین در کالیفرنیا، به آسوشیتد پرس گفت محل آتش سوزی با کارخانه تازه افتتاح شده تولید سانتریفیوژ مطابقت دارد. وی تاکید کرد که برای ارزیابی این موضوع موقعیت جغرافیایی عکس منتشر شده را با تصاویر ماهواره‌ای و یک برنامه تلویزیون دولت ایران مطابقت داده است. سازمان انرژی اتمی ایران در فروردین گذشته اعلام کرده بود که نسل جدید ماشین‌های سانتریفیوژ به زودی در نتنز رونمایی می‌شود. البته پیش از این حسن روحانی از سانتریفیوژهای نسل جدید این مرکز دیدن کرده بود. واکنش آژانس انرژی اتمی به حادثه نتنز. آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه اعلام کرد که از آتش سوزی در این مکان آگاه است، اما این نهاد تأکید کرد که در حال حاضر پیش بینی می کند این حادثه تأثیری روی فعالیت های راستی آزمایی پادمانی آنها نخواهد داشت. تأسیسات هسته ای نتنز بیش از 100,000 متر مربع مساحت دارد. همچنین در این مجموعه تأسیسات زیرزمینی در عمق 7.6 متری نیز وجود دارد که از حملات هوایی محافظت می کند. این سایت زیر نظر بازرسان آژانس انرژی اتمی قرار دارد. حادثه در سایت هسته‌ای نتنز در حالی رخ داد که کمتر از یک هفته پیش انفجاری در شرق تهران شایعات دیگری را رقم زد. این انفجار در اولین ساعت‌های روز جمعه 26 ژوئن یا همان 6 تیر رخ داد که آتش ناشی از آن از فاصله دور نیز قابل مشاهده بود. گرچه مقام‌های ایران دلیل آن را انفجار مخزن گاز در پارچین عنوان کردند، اما برخی نیز نسبت به این موضوع تردید دارند. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی نوشت که واکنش غیرمعمول مقام‌های ایران پس از انفجار ماهیت حساس منطقه ای را نشان می‌دهد، که بازرسان بین المللی معتقدند که 2 دهه پیش در آنجا جمهوری اسلامی آزمایش‌های مرتبط با تسلیحات هسته‌ای را انجام داده است. آسوشیتد پرس در این باره نوشت عکس‌های ماهواره‌ای سنتینل 2 از این منطقه که در حدود 20 کیلومتر شرق از مرکز پایتخت ایران قرار دارد آثاری صدها متر سیاهی ناشی از سوختگی بر اثر آتش را نشان می‌دهد که هفته‌های قبل از آن وجود نداشت. این رسانه آمریکایی به نقل از تحلیلگران گفت که محل انفجار پارچین نبوده است، بلکه محل ذخیره گاز در نزدیکی تأسیسات موشکی خجیر است. رویترز: 3 مقام ایرانی میگویند انفجار نتنز حمله سایبری بوده. خبرگزاری رویترز از قول 3 مقام ایرانی که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داد که آتش سوزی انفجار در سایت هسته‌ای نتنز ناشی از حمله سایبری بوده. یکی از این مقامات به رویترز گفته است این حمله سایبری واحد مونتاژ سانتریفیوژ را هدف قرار داده است. رویترز از قول این فرد گفته که این حملات پیش از این هم سابقه داشته است. رویترز همچنین از قول 2 نفر از این مقامات گزارش کرده که اسرائیل میتواند پشت این حملات باشد، گرچه این افراد مدرکی برای ادعای خود ارائه کردن. مقامات سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه اعلام کردند که در یکی از سوره‌های در دست احداث در محوطه باز سایت نتنز حادثه‌ای رخ داده است، اما این حادثه لطمه‌ای به فعالیت‌های جاری سایت اتمی نتنز وارد نکرده است. کمتر از 24 ساعت پس از وقوع این حادثه در تأسیسات هسته‌ای نتنز، غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل شامگاه پنجشنبه در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه عمده این اتفاقات ناشی از عدم رعایت مسائل ایمنی است، اما ممکن است بخشی نیز ناشی از حرکات عناصر ضد انقلاب یا دخالت دشمن باشد. وی گفت که اگر اثبات شود به کشورمان حمله سایبری شده است، پاسخ می‌دهیم. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل گفت که بخش عمده‌ای از حوادثی که اخیراً اتفاق افتاد، نتیجه رعایت نکردن مسائل ایمنی است. 10 سال پیش از این یک حمله سایبری با ویروسی کامپیوتری به نام اکستاکس نت تأسیسات هسته ایران را هدف قرار داد که گفته می شود ضربات سختی به برنامه هسته جمهوری اسلامی وارد کرد. ممنون از اینکه تا پایان با حاشیه نیوز همراه بودید. برای دیدن موارد بیشتر از این قبیل به صفحه ما در اینستاگرام مراجعه کنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.